آنچه را که در این بسته خبری می‌بینید بر بنیاد اطلاعات کامل و موثق یک منبع حکومتی است که به آریانا نیوز سپرده شده است. کابل در ماتم، سوگوار است و شوکه، اما ریشه حمله مرگبار دیروز در کجا بود؟ کدام دست‌ها همکاری کردند و چگونه به فاجعه انجامید؟ 3 ثور 1396، جنرال خالد فرید، رئیس ریاست 361 سازمان استخبارات پاکستان یا آیسای که پیش از این کارمند سفارت پاکستان در کابل بوده، نشستی را در اسلام آباد راه اندازی می کند. نشست با حضور ماموران آیسای، اعضای شبکه حقانی و لشکر طیبه. در این نشست جنرال فرید و لشکر طیبه نقشه حمله 10 جوزای کابل را ترسیم می کنند و شبکه حقانی هم ماموریت انجام حمله را به دوش می گیرد. منیب حقانی و عزیز حقانی، اعضای خانواده حقانی، ماموران عملی سازی حمله در کابل. اطلاعات ابتدایی: حمله به وسیله موتر تانکر تخلیه فاضلاب باید صورت گیرد. گفته می شود موتر پر از مواد انفجاری مربوط شرکت میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار در پارلمان بوده و این موتر کارت شرکت آقای یاسینی را نیز با خود داشته است. با تلاش زیاد و تماس های مکرر اما موفق به دریافت نظر میرویس یاسینی عضو مجلس نمایندگان در این مورد نشدیم. احتمالا مواد انفجاری از بیرون کابل با وسیله موترهای زیرهی و شیشه سیاه یک عضو پارلمان به پایتخت رسیده و در موتر تانکر جاسازی شده، هرچند اطلاعات در این پیوند هنوز نهایی نشده است. موتر تانکر اما از کدام مسیر آمده؟ تصویرهای ابتدایی از دوربینهای مداربسته نشان داده که موتر از چهارراه صدارت کابل درگذر است و از چندین ایست بازرسی موفقانه عبور میکند. این موتر شناسنامه معتبر عبوری یا کلیرنس کارت یکی از سفارتها یا هم نهادهای خارجی را نیز با خود داشته و از این رو میتواند امنیت ملی را غافل سازد، ورنه در جاده وزیر اکبرخان موترهای تانکر بدون کلیرنس کارت اجازه عبور را ندارند. پس از آن موتر پر از مواد انفجاری 34 دقیقه تمام در جوار سفارت ایران در کابل میستد، آنچه که پرسش برانگیز گفته بشود، و پس از آن در مقابل سفارت جرمنی خود را منفجر میسازد. ساحه تخریب آن وسیع و خسارات مالی و جانی آن فراتر از تصور. اطلاعات پیشین در پیوند بروی داد. نهادهای امنیتی افغانستان از وقوع حمله مرگبار کابل اطلاعات در دست داشتند. یک هفته پیش از احتمال انفجار قدرتمند در خیابان 15 وزیر اکبرخان با سفارت جرمنی و تمامی نهادهای خارجی از چهارراه صحت عامه تا چهارراه زنبق اطلاع داده می شود. سفارت جرمنی و برخی دیگر نهادهای خارجی کارمندانشان را از وزیر اکبرخان بیرون می سازند. دو روز پیش از حمله اطلاعات موثق و نهایی شده به تمامی نهادهای امنیتی و خارجی در وزیر اکبرخان از سوی امنیت ملی سپرده می شود. اما چطور نهادهای امنیتی فریب می خورند؟ در اطلاعات نهادهای امنیتی آمده بوده که موتر نو کرولا با مواد انفجاری در محله وزیر اکبرخان حمله تروریستی انجام می دهد و تدابیر شدید برای جلوگیری از آن گرفته می شود. اما نو موتر تانکر انتقال فاضلاب بوده و آن هم با کارت عبوری یکی از سفارتخانه ها و یا هم نهادهای خارجی. از این رو حمله برای امنیت ملی قابل پیشبینی نبوده است. نوعیت مواد انفجاری: تاکنون روشن نشده که از کدام نوع مواد در حمله چهارشنبه خونین کابل کار گرفته شده، اما گفته می شود که نوع مواد انفجاری در کابل قابل دسترس نیست. پاکستان، ایران و روسیه چنین مواد را به شبکه حقانی سپردند. تهران و مسکو نیز در کنار اسلام آباد در حمله مرگبار چهارشنبه بی تقصیر گفته نمی شوند. اما واکنش های رئیس جمهوری پس از رویداد: رئیس جمهور غنی چهارشنبه شب در تماس تلفنی با دونالد ترامپ میگوید که حوصله‌اش در برابر کار پاکستان به سر رسیده و باید آمریکا دولت افغانستان را در اقدام‌های پیشرو علیه پاکستان همکاری و پشتیبانی کند. در هفته پیشرو رئیس جمهور غنی یک سلسله تغییر غیر قابل پیشبینی را در نوع سیاست افغانستان با پاکستان به میان خواهد آورد. گزینه‌های احتمالی که شاید رئیس جمهوری از آن در برابر گروه‌های تندرو و اسلام آباد بتواند کار بگیرد.
نخست توشیح حکم اعدام تمامی سران و اعضای برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. رئیس جمهور این گزینه را تا جای عملی کرده و فرمان اعدام 11 عضو شبکه حقانی و شورای کویته را داده است. هرچند نام انس حقانی، برادر جلال حقانی، رهبر شبکه حقانی در فهرست 11 نفری نیست. دوم، لغو تمامی توافقنامه‌های کابل اسلام آباد. سوم، تغییر در صلاحیت نظامیان. هیچ طالب دیگر بازداشت نشود، بل باید کشته شود. و سه، گزینه نهایی که شاید سخت و حتی ناممکن باشد، بستن سفارت اسلام آباد در کابل و سفارت کابل در اسلام آباد. پشتیبانی و آزاد گذاشتن فعالیت گروه‌های توریستی فعال در خاک افغانستان بر ضد پاکستان و انجام حملات بالمثل در خاک پاکستان. افغانستان در آسیاب جنگ‌های نیابتی آرد شده و دیروز امروزش بوی خون می‌دهد. حالا رئیس جمهوری با چی تدبیر بر تیره روزی مردمان جغرافیای جنگ زده پایان خواهد داد؟